بازم خوش آمدین دوستای عزیز، صبح همیتان بخیر. فعلا در بخش گپ سلام افغانستان قرار داریم. امروز یکی از چهره های برتر سیاسی را در کنار خود می داشته باشیم، خانم موفق که همیشه در عرصه سیاسی کار کرده و یک قرار است کی بیایم. میریم سراغ مسرا جان که امروز همراه کی میخوام یک فضای خودمانی داشته باشیم و فعلا مسرا جان خسته نباشی. سلامت باشین گینه جان. امروز باز هم یک بانوی خیلی موفق که همگی با کارکردهاش آشنا هست در کنار خود می داشته باشیم و در بخش سلام گپ سلام افغانستان صحبت های خودمانی و کمی هم در مورد موضوع شخصیشون صحبت خواهیم داشت. دکتر حمیده وردک، رئیس سازمان روند عدالت در کنار ما هستن. اول با ما یک سبحانه جان میکنن و بعد هم میریم طرف نگینه جان و سوال ها و صحبت های ما. سلام، صبحتان بخیر. شما بخیر، صبح همه بخیر، صبح کسایی که پشت سر هستن و صبح بنده هاشون بخیر. سلامت باشین. صبحانه خانم جان نکردین بانو؟ خوشبختانه که نه. پس بفرمایید صبحانه سلام خواستم منتظر است که شما نوش جان کنین. خب اجازه بدین اول از این لحاظ شروع کنیم که خیلی خوب تر خیلی مفید هست. هرچند بسیار کم اتفاق مفته صبحانه میخورم. چرا دکتر صاحب؟ شما دکتر هم هستیم، باید شما یکی فرصت پیدا نمی کنم. دومی که باید زود با عجله از خانه بیرو شوم بس به خاطر کارا و گاهی وقت هم امو خاصیت های زنانهی تنبلی می گیریم. مشکل امو کلان امو تنبلی است. آدم وقتی از خواب بیدن نشه وقت هم کم بود نکنه. و کنترول هم نمیشه بعض وقتا، ولی خوب. اما اگر بخواین صبحانه نوش جان کنید، دوست دارین چیه در صبح وقت نوش؟ همیشه دوست دارم صبحانه بیشتر از لبنیات و مثل شیر باشه. شیرایی که بتونه کمک بکنه و همچنان ترکاری با بهترین چیز هست. بدون شک ترکاری با بهترین هست. میوام در پولش خیلی خوب است. پس میگم صبحانه نوش جان کنید. ممنون، تشکر. فقط از اینان میگیریم و ایران بعدن استفاده خواهد کردم. پس دوستان گرفته بریم اون طرف، چی نظر داریم؟ خیلی عالیه، پس بفرمایید. بسیار میفهمید که صبحانه خورن چقدر ساعت مفیده با شما دکتر هم هست. خوری ما باید بیخی بخواید نبانه حتیمیه. کمو تو مگم نوش جان خوک کردن، هم جوز گرفتن هم نان گرفتن، خواستن امرای ما نان و نمک مقصد شون. و یه گپ دیگه هم هست، گاهی وقتا حتی ما در داخل موتر کوشش میکنم عذاب استفاده کنم. بسیار خوب است، آب خیلی مفید هست. میدره تا جای تا جایی که نیاز است برش تا جایی که نیاز است میدره، تا جایی که نیاز است جل رم زیبا و شفاف میسازم. قسم شما اونقدر زیبا هستی. زیبا هستی. قسمی که ما چون خبر داری نده، امروز از کارهایتون پرسان نمی کنیم، سوال هم نمی کنیم، فقط میخوام یک فضای خودمانی داشته باشیم. سوالای شخصی از پیشتون میپرسیم و از علاقه و سلایق شما میپرسیم، ببینیم که شما هم امروی ما موفق هستین یا نی. چشم. آماده هستین؟ شروع کنم سوالات. اول من سر سوالی که در جامعه افغانستان خوش ما میدونید که چقدر مشکلات زیاد هست، مخصوصا بر بانون خب به اوجش رسیدم. شما در جامعه افغانی فکر میکنید به تمام حقوقتان رسیدین و شما به عنوان یک بانوی که صدایتان همیشه بلند بوده، همیشه مبارزه کردین، شده در برابر مرد سالاری مبارزه کرده باشین؟ نه. چرا؟ هنوز مانده. بدبختانه شاید همه قدر مبارزه شد و شاید هم در طول 11 سال به ما قدر رسیدیم که بتانیم تصمیم بگیریم که سرنوشت خود ما تعیین بکنیم. بله. و با اون چیزی که حق سیاسی ما هست، حق مدنی و حق اجتماعی ماست، هنوزم با اون مشکل داریم. بله. چون همیشه در افغانستان قدرت انحصاری بوده، همیشه در افغانستان هر چی سهم بندی بوده، سهمیت داده شده. حتی دختر و بچه در افغانستان
سهمیه داده میشه. یعنی دختر بود به مادرش میره، بچه بود به پدرش. و بسیاری وقت ها وقت در یک خانواده دختر تولد میشه، پدر تا 40 روز را بغل نمیگیره، میگه مادرش است. اما اگر بچه تولد میشه، پدر منتظر از این است که زود کلان شد و او را به بازار ببرم رای خود، او را به بیرون ببرم رای خود. پس به این نتیجه میرسیم که هنوزم مشکل داریم، هنوزم نرسیم. تو وقت شده که در محیط کاریتان با مردها به خاطر حقوق زنها دعوا کرده باشین و یک چی مشاجره لفظی باشه، همیشه چی کدام دانه سیلی زده باشین؟ همیشه نه سیلی نزدیم، همیشه درگیر بودیم، همیشه در از محیط خانواده ایم گرفته تا محیط کاری خود. سنت های خیلی زیاد در کشور ما هست، چون ما در افغانستان یک کشور سنتی هست و در کشور سنتی زندگی میکنیم. کدام وقت شده که شما سنت شکنی کنین و یعنی به گونه برتون بگویم که تابو شکن باشین و بخواین چی کرده باشین؟ او کدام وقت بوده؟ در کدام مرحله زیادتری کار کردین؟ بعد از حکومت طالبا در کل در بست در بین قوم ما، در بین خانواده ما یک تحولی ایجاد شد و او تحول ما ایجاد کرد. اولین مبارزه ما از خانواده ما بود که ما هیچ وقت چادری نپوشیدم. یعنی هیچ وقت و ما باعث سازی شدم که و دلیلشی شد که دیگه بانوا بیاید درس بخونه، باعث سازی شدم که دیگه چادری در این خانواده ختم شود. هرچند مثل خانمایی که از اولسوالی های ما میایند داخل هست، ولی با دختر بانوهای ما شکر خدا آل قرار است فاکولته بخوانند. بله بسیار عالی، واقعا یک تابوشکنی خیلی بزرگ هست برای ما، برای نسل آینده ما. جملات عاشقانه، با جملات عاشقانه که برای همسرتان و عزیزانتان استفاده میکنین بر ما بگوین، کدام جملات بیشتر استفاده میکنین مخصوصا برای همسرتان؟ بگو مرا دوست داری؟ خواهی یک چیز واضح است. عاشقانه است. دوست دارم و صبح وقت همیشه دوست دارم. زندگی به خواست خودم باشه، ولی گاهی وقتا نیست و گاهی وقتا رنجم میده، ولی همسر من خیلی دوست دارم و با یک نیت با همسر خود شروع کردیم و در حقیقت همسر تنها همسرم نیست، بلکه خانوادیم هست، رهنمایم هست، قهرمان زندگیم هست و در کل رهنماییست که شاید مرا می سازه بر خودش. ما تا امروز زندگی کردیم برای خودم، تا امروز زندگی کردیم برای زنده ماندن خود، ولی این زندگی میکنم برای همسر خود که او مرا بر خود عاشقانه بسازه. حالا بگویید که او کلمه عاشقانه که استفاده میکنین از جان و عشق و زندگی کدامش است؟ بدبختانه عشق هم و جان هم چیز نداره، همیشه برای شهزاده میگم. اوه بهترین کلمه را استفاده میکنم، کلمه بزرگ دیگه نمیشه. بله شهزاده. بله در دوران مکتب و دانشگاه تو کدام وقت شده که در کدام مضمون ناکام مانده باشین؟ بله مکتب نی و مکتب اول نمره فارغ شدم. در پنتون اولین پنتونی که خواندم دوم نمره فارغ شدم. سومین پنتونی که خواندم 5 سال خواندم علوم سیاسی را. چون دو مضمون به دلیل غیرحاضری های متاسفانه از امتحان. خب است شما ما این راست میگم دیگه رام میگم نه من همیشه اول نمره هستم. نه ما متاسفم. اینا راست راست گفتن تمام گپا را خلاص سوالات. نه نوبت سوالات خلاص. بسیار خوب سوالای من خیلی جالب است. سوالات است که میخوام از علایق و سلایق شما بپرسم، شما هم فقط با بله و نه خیر پاسخ بدین بس. یه دلیل نگویید. فقط بگوین بله یا نه خیر. بسیار خوب. علاقه به فیشن و آرایش دارین؟ بله. با توجه به مصروفیت های بیرونی تان آیا در امور منزل هم سهم میگیرین؟ بله. در زندگی تان کسی را الگو قرار دادین؟ بله. بسیار خوب. آیا دخترتان را بیشتر از پسرانتان ناز میدین و دوستشان دارین؟ دخترم بیشتر از جانم دوست دارم. بسیار خوب است. مردی هست که به خاطر زنسیدی بودنش ازش متنفر باشین؟ بله. بسیار خوب. معمولا موسیقی را دوست دارین بلند بشنوین؟ تا جای بله. علاقه زیاد به هوای برفی دارین؟ بله. بسیار خوب. رنگ مورد علاقه‌تان سرخ است؟ بله. معلوم هم میشه. دوست صمیمی و نزدیک دارین که با آن درد دل میکنین؟ بله متاسفانه مسافر. بسیار خوب. شما یک بانوی خوش قلب و مهربان هستین؟ تا جای بله.
تا جایی نیکه 100% هستیم معلوم هم میشه. گفتین موسیقی مشنوین دیگه از این معلوم میشه که یک مصروف هستین در بیرون، بعضی وقت اگر فرصت پیدا بکنین موسیقی هم مشنوین. اینه بخاطر پرسان کردیم که در این لحظات برنامه میخوایم ذوق موسیقی شما را پیدا بکنین. زی بس موسیقی را همکارای ما آماده کردن، اگر قرار باشه از این سه آهنگ یک فقط به خاطر شنیدن انتخاب بکنین، شما کدام شه ترجیح میدین که بشنوین؟ خب اول آهنگ نشر میشه، اول آهنگ پیش میکنن. با امیده که بازایی بگیرم دست و دامانم، زه هستی وجود من دل و جانم به قربانم. دلنگیز و جمع آرائی عشق، تمام هست و بوده مایی عشق. میخواستم بها کنار تو لبریز برگ و بار شوم در کنار تو. میرویس نجرابی، فیاض حمید. من اون بهترین چیتون دیدم که فهمیدم که مو اولی را انتخاب کرده. خیلی زیبا هم بود. بله کارتون هم هست. بله کارتون هم داریم. یک بخش کمک مشکل تر از بخش پیشتر هستم. همکارم و یکی از آهنگ یکی از آزخانهای ما را به شکل کارتون درست کردن. شما میشنوین و تشخیص میتین که اینا کی هستن. ما هم رو تا نمکوری میکنیم و ما بر شما بشنوین. مقصد همکارای ما خبر نشن، ما همکوری میکنیم. آه خوشبختانه جوان بسیار موفق شهزاده عدی. شهزاده عدی، بله واقعا زود پیداش کردن. خیلی مطرح هست. رسی ببخشین یک سوال، جایزه هم داره یا نه؟ بله نان چاشتم همراه ماست. خب نه یکان چیزای دیگه بود. یک جای میتونی نان چاشتن و شجان بکنین. چاخ شدیم دیگه، یک چیز دیگه بود. نه دیگه از ما توفیق فقط اینه می هست. هر کس که برنده شد نان چاشتشون با سرم. تنها یک نفر یا دو سی نفر؟ دو سی نفر دیگه. بابا چه عجب، دخترهای ما آماده باشین. دخترهای اگه بینید دستان آماده باشن باز میگیرم. بله تشکری میکنیم از خودتان که امروز در کنار ما بودین. خیلی فضای خودمانی زیبا و مقبول هم خودتان داشتیم. سلامت باشین. بسیار لذت بود. خوشحال. پیام اگر دارین تقدیم دوستان میکنیم. بفرمایید پیامتون رو بگوین برشان. زندگی چیزی نیست که همیشه به خواست ما باشه. اگر زن است یا اگر مرد است در افغانستان درد خود میکشه، بیاین هر کدام ما قهرمان زندگی خودمان باشیم. هر کدام ما بر خودمان خود قهرمان بسازیم. نه افسانه ها را برای لوگو قرار بدیم تا پیش بریم. با زندگی مبارزه کنین تا در ختم زندگی شما قهرمان زندگی خود برای فقط. تشکر بسیار. پیام عالی، خیلی زیبا. بله دیل لحظات برنامه مصر جان. یک میان برنامه خیلی کوتاه.